روایاتی داریم که نشون میده مفهوم دعا خیلی خیلی بالاتر از این حرف هاست. دقت بفرمایید. تا اینجا بیان شد راه نجات در آخر الزمان دعاست. راهکارهای اهل بیت میفرمایند دعا. بعد بر اساس روایات هم بران نجات از بلا فرمودن راه دعاست به صورت کلی. حالا میخواد اول زمان باشه، میخواد آخر زمان باشه. خب حالا از این موارد که بگذریم، یه سری روایات هست که جایگاه دعا رو به مراتب بالاتر نشون میده. یعنی نه تنها برای نجات در آخر زمان، نه تنها برای دفع بلا، بلکه روایات یه مفاهیمی رو مطرح میکنه که میبینی بحث دعا خیلی خیلی فراتر از این موارده، تا جایی که بیان میکنه اصل عبادت دعاست و به هیچ خیر و برکت و رحمتی نمیتونیم برسیم مگر با دعا. روایات رو ملاحظه بفرمایید، خودتون نتیجه بگیرید. یک، امام صادق علیه السلام: دعا را از دست ندهید که وسیله تقربی همانند آن ندارید. وسیله تقرب مثل دعا میفرماید نیست. دوم، پیامبر صلی الله علیه و آله: افضل العبادت اد دعا، بالاترین عبادت میفرمایند دعاست. پیامبر میفرماید بالاترین عبادت دعاست. و ادامه روایت. سوم، نسبت دعا به عبادت رو ببینید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: عمل البر كله نصف العباده و دعا نصف. میفرماید کل اعمال خیر نصف عبادته کلا، و نصفه بعدیش میشه دعا. و چون خداوند اراده خیر برا بنده ای کنه، قلب اونو متمایل به دعا میکنه. ببین چه خبره، خدا میخواد خیر به یه بنده ای برسونه، به دلش میندازه که دعا کنه. چهارم، از امام صادق علیه السلام میفرماید: در نزد خدا مقاماتی است که بدون دعا به کسی نمیدهند. یه سری مواردی هست که آقا بدون دعا اصلا به شما نمیدن، شما بهش نمیرسی. تنها راه رسیدن به اون مقام بیان میکنه دعاست. پنجم، امیرالمومنین علیه السلام در روایتی میفرمایند: دعا کلید رحمت الهی است و آنچه نزد خداست به ما عطا نمیشود مگر به وسیله دعا کردن. مگر به وسیله دعا کردن، خیلی حرفه ها، واقعا باید نشست به این مطلب فکر کرد. چی نزد خداست؟ همه چی، رزق معنوی، مادی، مغفرت، رفعت، مقام، دفع بلا، رشد، همه چی نزد خداست. امیرالمومنین میفرماید عطا نمیشه مگر به وسیله دعا. به چیزی بیشتر از رحمت الهی آیا ما نیازمندیم واقعا؟ میفرماید کلیدش دعاست، کلید رحمت الهی دعاست که نازل بشه. یعنی اگه دعا رو بذاری کنار، در حقیقت تمام ابواب خیر رو به سمت خودت مسدود کردی. ششم، مجدداً از امیرالمومنین: دعا کلیدهای نجات و گنجینه‌های رستگاری است. دعا، الله اکبر، این همه عبادت، نماز، روزه، می‌فرماید دعا کلیدهای نجات و گنجینه‌های رستگاری است. هفتم، از امام باقر علیه السلام سوال شد: تو نماز قرآن بیشتری خونده بشه افضله یا اینکه بیشتر دعا بشه؟ حضرت فرمودن دعای بیشتر، نمازی که دعای بیشتر داشته باشه افضله. و در ادامه فرمودن: مگر نشنیدی فرمایش خداوند متعال رو که میفرمایند قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، که میفرماید اگر دعایتان نبود اصلا خداوند اعتنایی به شما نداشت. هشتم، مجددن از امام صادق: افضل العبادت الدعا، افضل العبادت الدعا. نهم، از امیر المؤمنین: احب الاعمال الالله فی الارض الدعا، الله اکبر، محبوب ترین اعمال تو این دنیا نزد خداوند دعا. واقعا دیگه نمیدونم چی درباره مفهوم دعا ما باید بدونیم که این دعا رو باور کنیم. دهم، از امام باقر علیه السلام سوال کردند: چه عبادتی افضل است؟ و قال: ما من شیء احب
احب الى الله عز وجل من ای یسأل، فرمود چیزی نزد خداوند ارجمندتر از این نیست که از او درخواست کنی اون چیزی که نزدش. آقا محبوب ترین چیزها نزد خدا اینه که بندش ازش درخواست کنه، دعا کنه. و چقدر زیبا داره بیان میکنه اینجا، افضل عبادات میشه همون دعا. و مورد آخر، از حضرت صادق علیه السلام سوال شد، دو نفر با هم نماز رو شروع میکنن، یکی بیشتر تو نماز قرآن میخونه، یکی بیشتر دعا میکنه، هر دو هم با هم نماز رو تموم میکنن، کدوم افضله؟ حضرت در نهایت فرمودند اون نمازی که بیشتر توش دعا میشه. و در ادامه حضرت فرمودند نشنیدی که خداوند میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین؟ حضرت فرمودند به خدا سوگند مقصود از عبادت در این آیه شریف دعاست. خیلی جالبه ها، بعدش هم دو بار تأکید فرمودند به خدا سوگند عبادت همان دعاست. و در ادامه حضرت فرمودند آیا دعا محکمترین عبادت نیست؟ و در نهایت یه جمله فرمودند که دیگه کارو تموم کردند، دو بار تأکید فرمودند به خدا سوگند محکمترین عبادت دعاست. الله اکبر، محکمترین عبادت دعاست. اون موقع دعا با این عظمت، با این جایگاه که میفرماید اصل عبادته، که میفرماید هیچ خیری به شما نمیرسه مگر با دعا، چطور در رابطه با امر فرج جرأت میکنیم بگیم به دعا نیست؟ دعا رو محترم بشموریم و شأن بالا و عظیمی براش قائل باشیم. و وقتی امر امام بر این موضوع تأکید میکنه دیگه جای کلمه ای حرف نیست. و اگر میبینید که بحث دعا برا فرج بعد از گذشت قرنها هنوز روی زمین مونده، علتش اینه که دین ما سرسریه، دین ما موروثیه، فهمی از دین نداریم، عمیق نیستیم، همین فکر کردیم که نماز و روزه و این حرفا همه اینا دین میشه، در حالی که این نیست. و اصل دین امامی که اون اصل قرنهاست فراموش شده. از این مبحث راهکارهای اهل بیت برای نجات در آخر الزمان یه مورد دیگه مونده، یه مرور میکنیم بقیه موارد رو، اونم عرض کنم و این بحث رو جمع کنیم.